به نام خدا. سلام، من وحید رحمانی فرد هستم و این نهمین ویدیو از مجموعه آموزشی پروژه محور جنگو هست که از طریق کانال آموزشی وی آر اف ادوکیشن در اختیار شما گذاشته میشه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. در جلسه قصد دارم کمی ریفکتورینگ انجام بدم و ساختار کدهایی که در جلسه گذشته در فایل تمپلیتمون اضافه کردیم رو تغییر بدیم. بخش از این کار مربوط به لاجیک سایت ما یا حال اپلیکیشن ما بود و اون لاجیک رو میخوایم از قسمت تمپلیت به بخش ویو، جایی که به اون جا تعلق داره، منتقل کنیم و در نهایت خوراک مورد نیاز تمپلیت رو به اون بدیم. البته یه بخش از چکوتیک های توی تمپلیت که مربوط به همون بودن ای پی آی ها یا مقداری که در اون ای پی آی قرار داره و در جلسه گذشته اونها رو اضافه کردیم همونجا باقی میمونن. اما لاجیک مربوط به این که حالا دیسکریپشن من چی باشه، چه استایلی داشته باشم برای جامبوترونم، اینها رو میخوایم به بخش ویو منتقل کنیم و در نهایت اطلاعات آماده شده و نهایی رو از طریق همون دیکشنری که ای پی آی رو ارسال کردیم برای تمپلیتمون ارسال کنیم. با این کار مدیریت کد در هر دو سمت ویو و تمپلیت راحت‌تر میشه و دقیقاً می‌دونیم چه اطلاعاتی رو باید کجا داشته باشیم. با ما در جلسه عملی همراه باشیم. خب، ما در جلسه گذشته اومدیم از کامپوننت جامبوترون بوتستراپ استفاده کردیم و استایل صفحه رو بهبود بخشیدیم. خب، اطلاعات رو واکشی کردیم، توضیح متنی برای وضعیت AQI مون، اون حالا ریپورتینگ ایریایی که داشتیم و مقدار AQI که در نظر گرفته شده رو اینجا نشون دادیم. حالا این جلسه قصد داریم بیایم این جامبوترونمون رو رنگ بندی کنیم بر اساس رنگ حالا سطوری که اینجا وجود داره و همچنین نحوه ارسال اطلاعات توضیحات رو هم تغییر بدیم. از قسمت ویو این اطلاعات رو ارسال کنیم. خب، برای این کار چند تا حرکت باید بزنیم. من یه استایل یا بک‌گراند کالر باید به جامبوترونم بدم بر اساس این رنگ‌ها که دونش رو الان تستی انجام بدیم با هم و بعد ببینیم اطلاعات چجوری من از این صفحه وبم بردارم، چون دیگه زیاد اینجا موضوعیتی نداره اینها باشه. من اطلاعات رو بعد به این پاس بدم، تمپلیت من اطلاعات تو این باید قرار بگیره کلا. فقط حالا یه ایف و الس های مثل این اینجا لازم است، اما این فیل کردن اطلاعات که اینجا من نشون بدم بعد از جای دیگه از اون لول عقب‌تر اون ویو من هست انجام بشه. خب، بریم توی فایل base.html مون یه سر بزنیم. من یه سری استایل میخوام تعریف کنم به صورت حالا درون کدی قسمت هدمون زیر تایتل. میگیم آقا ما یه سری استایل خواهیم داشت، اسامیش معادل اسامی اونها هستش که توی سایت ارناو مشاهده کردیم. خب، استایل من میگم من یه دونه دات گود دارم، همین چیزی که الان داریم. خب، رنگش از کجا بیارم؟ میام اینجا این اینسپکت المنت میکنیم. خب، برمیگردیم میام روی تی آر مون. خب، اینجا یه دونه بک‌گراند به من داده، تو بک‌گراند کالر هست توی سی اس اس. اینو کپی میکنم، میام تو ویژوال استودیو کد و پیست. اینجا رو فقط میگم background-color. background-color من قراره good باشه. خب، این اینجا فعلا بمونه. بیام index.html میگم آقا جامبوترون شما فعلا استایل good رو هم داری، من میدونم که goodی. بیام اینجا رفرش میکنیم و رنگ سبز رو من اینجا خواهم داشت. خب، برای بقیه رنگ ها بعد چیکار کنیم؟ اول من باید بیام استایلاشون ایجاد کنم که حالا احتمالا ویدیو رو پاز میکنیم این کار انجام میدم، این قسمت استایلمون. و بعد این good رو من باید بیام به صورت پارامتری ارائه کنم توی همون دیکشنری که داریم در کنار API. اینجا میام میگم که آقا یه دونه رشته ای داری، فرض کن اسمش رو میذاریم AQI color state رو من بهت میدم که تو اینجا اونو نشون میدی. که خب حالا من ویدیو رو پاز میکنم، استایل شیت ها رو قرار میدم و بعد این قسمت رو با هم تست میکنیم دوباره. خب، اطلاعات استایل ها رو من بر اساس لیبل هایی که اونجا وجود داشت آوردم. حالا بعضی رنگ ها به صورت RGB داده شده و بعضی هم اسپای مستقیم یلو و رد رو اینجا داشتیم و برای آخری هم من خودم بلک رو گذاشتم که البته اینجا بهتره کالر رو هم خودم وایت بدم که دیگه اونجا اشتباه نشه. خب، این از این. حالا برگردیم توی index.html. گفتیم ما این قسمت رو دیگه بچه نیاز نداریم، قرار بره توی قسمت کلاس ویومون انجام بشه. کات میکنم کلا و اینجا میگم که بیا اصلا توی تگ پی هم میذارم، تگ پی میگیم که اسمش رو دیسکریپشن میذاریم، دیسکریپشن و سلاش پی. خب، کلمون رو خلوت‌تر کردیم. حالا بریم توی فایل ویوزمون. خب، اینجا هم زیاد کار خاصی فعلا انجام ندادیم، پیست میکنیم. خب، کلا HTML اینجا به درد اون نمیخوره، اما باید یک کمی روشون کار کنیم. چیکار باید بکنیم؟ میاد اینا رو که کلا نمیخوایم، یکم خلوت کنیم کد ها رو. اینا هم همینطور، شما هم همینطور. یه دونه دو نقطه انتهای اینها نیاز داریم، همین الان بذاریم. شما هم همینطور. خب،
من اینجا دوباره پاز میکنم، کدو که اصلاح کردم دوباره ویدیو رو ضبط میکنم. خب برگشتیم، چه اتفاقی اینجا افتاد؟ ما اون ایف ها رو آوردیم اینجا فقط، خب چون شیه های لیست های پایتون هستن باید به این صورت کار کنیم. اول که اون دات ها همه تبدیل به کروشه خواهند شد، این عنصر صفرم، عنصر کاتگوری و عنصر نامبرم. دو تا مقدار تعریف کردم، AQI color set و description، که اینها رو حتی یه دونش فعلا مقدار دهی کردم اینجا description رو، که بعد description رو پایین در کنار API ارسال گفتم description این description هست، و AQI color state رو اینجا یادم رفت مقدار دهی کنم و دیگه حالا ویدیو رو پاز نمی کنیم برای این قضیه. خب برای اون دوستانی که حالا با زبان پایتون آشنایی ندارن، ما یه دستور if داریم، میگیم if یه شرطی حتما علامت کلن داریم و بعد دستورات یه دونه تب indent داخل هستن، و بعد در صورتی که else بخواین استفاده کنیم میتونید از elif استفاده، else if دوباره یه شرط دیگه، دوباره کلن، دوباره حالا مقادیر، و در انتها هم یه else دو نقطه داریم که دوباره برای اون هم دستورات میذاریم. هر کدوم از این شرط ها برقرار شد این بدن اجرا خواهد شد، و اگر هیچ کدوم از این شرط ها درست نبود else من اجرا میشه. این کلیت ساختار تصمیم گیری if در پایتون هستش. خب اینجا میشه good. حالا بعدی رو دیگه مجبور همه رو از base.html کپی کنیم، تقلب کنیم. بعدی moderate هستش، توی ایندکس که نه، توی views moderate، بعدی usg، بعدی unhealthy، بعدی very unhealthy، بعدی hazardous، و در انتها هم unavailable. خب این اطلاعات رو من اینجا قرار دادم. بریم حالا برای که متغیرات متوجه بشین، اولی من یه VRF هم میذارم که بدون واقعا کد هامون آپدیت شده است. خب بریم سایتمون رو باز کنیم. خب مرورگرمون رو باز میکنه و یک بار دیگه لوکال هاست و پورت 8000 رو لود میکنیم. میبینید که رنگ سبز رنگ ما و استایل گودمون اعمال شده، و حالا اینجا هم دیسکریپشن رو به همراه تگ VRF بارگذاری کرده تا بدونیم که واقعا تغییرات رو اعمال کردیم. حالا قبل از اینکه بخوایم این قسمت سرچ رو عملیاتی کنیم و یک حالا جای جدید با یک رنگ جدید رو ببینیم، اجازه بدید این کار رو به صورت دستی انجام بدیم. به عنوان مثال میگیم که بیا اگر که گود بود همون very unhealthy رو برای من اعمال کن. خب سایت یه باری رفرش میکنیم و این بار میبینیم که حالا اون رنگ بنفش رو برای من نشون میده. پس تنظیمات ما مربوط به استایلینگمون کاملا داره درست انجام میشه. خب این رو برگردیم به حالت عادی تا ببینیم در جلسات بعد میخوایم چیکار کنیم. این قسمت رو امیدوارم که متوجه شده باشین نحوه ارسال اطلاعات به درون تمپلیت در قالب این دیکشنری که وجود داشت. اطلاعات رو ما اینجا آماده می‌کنیم، سعی می‌کنیم اهم اطلاعات رو اینجا آماده کنیم و در تمپلیتمون بیشتر جنبه نمایشی داشته باشیم، و چه کوتیک‌های مربوط به اینکه آیا اطلاعاتی وجود داره یا اینکه نه باید توضیحات دیگه‌ای نشون داده بشه. اطلاعات مربوط به اون بک‌گراند جامبوترونمون و دیسکریپشن رو هم آماده کردیم، و به سمت تمپلیتمون که همون فایل index.html هستش آوردیم و اینجا گفتیم خب استایلت رو آقای کلاس جامبوترون استایل رو بگیر، AQI color set که برات ارسال کردم، و توضیحات رو هم بنویس و سایر اطلاعات هم که از همون API صرف داره برای ما ارسال میشه. امیدوارم که از مطالب این جلسه نهایت استفاده رو برده باشین. تا جلسه بعد خدا نگهدار.